هلو بس چطوری من چون خوش اومد به یه ویدیو دیگه. توی این ویدیو قراره بهتون یه تکنیک یاد بدم که شوت های پشت 18 رو با یه گلیچ خوشگلی حرکت توپو بیارین رو هوا. 4 تا اسکیل هم بهتون یاد میدم که توپو بیارین رو هوا بعدش پاور شات بزنیم و توپه بره تو گل. یعنی تمام این فرایند این که چطوری یه گل خوشگل بزنیم پشمای حریفتون برزه بهتون یاد میدم. قبلش اصلا یادتون نره که حتما کانال سابسکرایب کنید، زنگوله رو روشن کنید، کامنت هم حتما برام انگلیسی بذارید. دوستتون دارم، حرف اضافه نمیزنم و به نوبت علی لزو. خب بچه‌ها، تکنیک اول ما میایم الیکو نگه میداریم و آنالوگ سمت راست رو میگیریم به سمت روبروی اون بازیکن. حالا مثلا روبروش جلوه میگیریم پس بالا و این حرکت رو خیلی عالی انجام میده دیگه. توپو با یه ارتفاع بالا میفرسته و لازم نیست که حتما یه جا وایسی این حرکت رو انجام میده. در حال حرکت همین حرکت اجرا میشه. این اسکیل رو میتونید بزنید به شدت اسکیل کاربردی. حالا جلوتر میگم چرا ما میخوایم اسکیل رو یاد بگیریم. خب بچه ها، تکنیک دوم یه تکنیک فوق العاده کاربردیه. الیکو نگه میداریم یا میزنیم روبرو بازیکن سمت راستش یا روبرو سمت چپش. اینا که میگم با آنالوگ سمت راستتون حتما انجام بدین. خیلی توی این سالایی که جدید فیفا اومد، مثلا 23 و 22، این ضرب توپ ارتفاع توپ خیلی کم میاد بالا. برای همین با آنالوگ سمت راستتون دیدین ارتفاعش کمه، یه دونه بزنید زیرش توپ بیاره بالاتر که قرار دونه دونه این تکنیک رو درست انجام بدین. و اما تکنیک سوم بچه خیلی راحته. الو رو نگه میداریم، همش میزنیم رو آر یک پشت سرم که روپایی بزنه. حالا موقعی که داره روپایی میزنه، یه دونه عقب یه دونه جلو، خیلی راحت شما میتونید توپ از پشت بازیکن بندازین جلوش، خوراک اسکیل زدن های خوشگله. و اما آخرین تکنیک که باش میتونید توپو بلند کنید اینه که آر یک رو نگه دارین یا روبروی بازیکن سمت راستش یا روبروی بازیکن سمت چپش. دقیقاً این اون حرکت ال یک بود انجام میدادیم. شما خیلی راحت با این تکنیک ها مثل اینجا توپو میتونید بلند کنید. حالا یه پاور شات میزنیم و از گلیچ شوت استفاده میکنیم. امسال بچه توی این آپدیت های اخیری که فیفا داد، اهمیت پاور شات توی مبحثی که توپ موقعی که رو هوا باشه خیلی بیشتره. میبینید اینجا چقدر همه یه بازیکن ها گره خوردن و همگه توپ ایزی رفت تو گل. یه نمونه دیگه بهتون نشون بدم که ببینید راحت میتونید این کار انجام بدید. ببینید اینجا من اومدم سارو بیار 5 استار کردم، حالا فرق نمی کنه. همون تکنیکی که بهتون یاد دادم، توپو بلند کردم بعد الیکاریو گرفتم که پاور شات بزنم، یه پاور شات خوشگل کردم کنج دروازه. بچه‌ها این خیلی جوابه. اینکه توپو سعی کنید بلند کنید با اون 4 تا اسکیل قبلی که بهتون یاد دادم و موقعی که پاور شات بزنید اینقدر ترفی میره کنج دروازه، اصلا کیف میکنید. فقط یادتون نره بچه‌ها تایم فینیشینگتون هم آن کنید ترجیحاً، که تایم فینیش بزنید دیگه 100% توپ میره تو گل. یعنی این قضیه دیگه کاملا تضمین میخوره باش. یه نمونه دیگه میخوام نشون بدم که حتی با ویک پوت پای غیر تخصصی امباپه هم اینقدر سکسی میزنه کنج دروازه. برای همین بچه ها ازتون میخوام این حرکت رو حتما برید اسکیل آرنا تمرینش کنید که قشنگ بهش سوار بشین. فقط بچه تکنیک هایی که داره اینه که همون 4 تا اسکیل که بهتون یاد دادم حتما روشون متمرکز بشین. سعی کنید ارتفاع توپ خیلی بره بالاتر که موقعی که میزنید قشنگ بشینه روپاش. و از همه مهمتر این فاکتور رو اصلا یادتون نره، این حرکت زمانی انجام بدین که پشت 18 باشین، تو 18 زیاد کاربرد نداره. خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو با ما همراه بودین. بچه ها لایک، شیر، ساب اصلا یادتون نره که واسه دلگرمی من هستش. خیلی ممنونتون میشم تو کامنت ها قبل شروع سال جدید هر آرزوی خوبی که دارین منم تو کامنت ها حتما بنویسین. آموزش فیفا هم خواستین حتما بگین. سال خفنی قرار داشته باشیم. پیشا پیش سال نوتون کلی مبارک باشه. براتون بهترین ها رو میخوام. خیلی براتون ممکنه سوال باشه که خب این اصلا داستانش چیه؟ این کیت خودمه. یعنی من مسابقات میرفتم، قبلا فوتبالیست حرفه‌ای بودم، کلا یک 5 استاری هم دادم تو حاله، احتمالا بلاگ فوتبال بازی کردن واقعی هم میذارم. حتما اونجا آموزش کلی بهتون میدم، الاستیکو و بقیه چیزا. و اینکه دوستتون دارم، حرف اضافه نمیزنم. جام این مال اینترو بود، ببخشید. حالا خودتون باشید، سال خوبی داشته باشید. دوستتون دارم، خدا حافظ.